من واقعا نمیفهمم منظورت چیه. منظورم اینه که خیلی زود دوتامون راحت میشیم. من نمیفهمم آخه چطور؟ منظورت چیه؟ من الان تو شرکت کجابیا شروع به کار کردم. با حقوقی که از پروژه ها میگیرم خیلی زود بدهی آقا فهمی رو پرداخت میکنم و این یعنی قرار خیلی زود آزاد بشی چنار. در و شکون چه خبره؟ این طلبکارا در میزنه. ای وای، حالا چی کار کنم؟ آهو خانم، چه سورپرایزی قشنگی. نمیخوای تعارف کنی بیام تو؟ چرا، بفرمایین. چنار، نمیخوای چیزی بگی؟ تو با همین شرط و شروط این ازدواج رو قبول کرده بودی؟ آره. خب اینجوری تو هم به همه خواسته‌هات میرسی. خوشحالم تو هم اینطور فکر میکنی، یعنی تو هم میخوای به این ازدواج خاتمه بدی. این برای دوتامون بهترین راه حله. حق با تو. باید بهترین راهو انتخاب کنی. بالاخره تو هم آرزو داری و من نمیخوام جلو تو بگیرم. آره، من آرزوهای بزرگی دارم. حتما برای تو هم همینطوره. شاید بخوای با زنی که عاشقشی ازدواج کنی. بالاخره این حق توه. درسته. آره. منتظر چی هستی؟ میخواستی عشقشو بهت اعتراف بکنه؟ بگی که هیچ وقت از هم جدا نمیشیم؟ من چرا دارم اینو رو میپرسم؟ مگه میخواست چی بگه؟ منتظر بودی بگه که نه، من دوستت دارم، هیچ وقت تنهات نمیذارم، نمیخوام از دست بدمت. من الان باید برم، یکم کار دارم. برات چای درست کردم. خیلی ممنونم. نمیخوای بپرسی واسه چی اومدم؟ نه عزیزم، آخه چه حرفیه؟ تو هر وقت بخوای میتونی بیای. من باهات یه کار خیلی مهم میدارم. چه کاری؟ تو به من چیزی که میخوام و میدی، منم به تو چیزی که میخوای و میدم. این یعنی چی؟ من نفهمیدم. عزیزم، این چیزی نیست که نفهمی. میخوام دنیز و چنار رو از هم جداشون کنم. تو چنار رو به دست میاری و منم دنیز رو از امارت میندازم بیرون. آها، تازه فهمیدم. مگه تو چی فکر کرده بودی؟ هیچی. خب من امروز یکم ذهنم به هم ریخته است. میشه یه چیزی رو بپرسم؟ بپرس. تو با دنیز مشکل خاصی داری؟ عزیزم چه مشکلی؟ من به فکر خونوادم و اون امارتم. اون دختر نمیتونه اسم کجابیا رو نگه داره، چون اون دختری با اصالت مثل تو نیست. خیلی ممنونم. واقعا شما اینطوری فکر میکنی؟ البته. تو مثل یکی از اعضای خونوادمونی. جوون، زیبا، با وقار، با اصل و نسب. کسی که لایق چناره فقط تویی. واقعا ازتون ممنونم. میخواین چیکار کنین؟ نقشه ای دارین؟ چه جوری از هم جداشون میکنین؟ اونشو دیگه بسپار به من. ببخشی، باید اینو جواب بدم. ببخشی. منم میرم دستامو بشورم.
یعنی ارزشش رو داشت. اون ببین اتفاقا به کجا کشیده شد. دخترتو ترک کردی و رفتی، الانم میخوای از زندگیت بیرونش کنی. چی ارزشش رو داشت آیسل؟ چی؟ داشتم راحت میشدم اتفاقی شنیدم. راستش هیچی، داشتم همینطوری با خودم حرف میزدم. مگه تو چی شنیدی؟ چیز خاصی نشنیدم. دلت برای خواهر تنگ شده؟ میدونم واقعا خیلی سخته. نه اینطوری نیست، اما آدم ناراحت میشه دیگه. من بهتر از همه درکت میکنم. منم سالها با برادرم قهر بودم. برای اینکه باهاش آشتی نکردی و از دستش دادی ناراحتی. موقعی که داشتی عکسش رو نگاه میکردی دیدمت. مگه قول ندادی در این مورد حرفی نزنی؟ سر قول موندن اینقدر واسط سخت جاله؟ واقعا ازت معذرت میخوام، یه تماس خیلی مهم داشتم. آی فرهاد، تو رو خدا خواهش میکنم. نه خیر آیکا، نمیتونم بیام. گفتی همین یه باره. یادت اون بار منو تو چه شرایطی قرار دادی؟ این بار اینطوری نمیشه. این ملاقات خیلی مهمه، لطفاً. نمیتونم آیکا. اگه بخوامم نمیتونم، چون خارج از شهرم. اوف فرهاد، واقعاً که الان چی کار کنم؟ چی شد؟ با دوست پسرت حرف زدی؟ مشکلی چه نیست نه؟ نه نیست، همه چی رو به راهه. قرار بود از کارخونه پارچه بیاد، اومد؟ بله اومد. خوبه. از گردن بندم خوشت اومده الا جون؟ من میدونستم این گردن بند شماست. حالا که میدونی بگو این گردن بند اینجا چی کار میکنه؟ خب داداش یالچین آورد و داد به من. از دستش عصبانی نشین، اون میخواست سپرایزتون کنه. این گردن بند طرحش با سنگش همخونی نداره، چون یاقوت سنگ شماست. داداش یالچین ازم خواست ببرم بدمش به یه طراح درستش کنه. جدی؟ واقعا معذرت میخوام، دیروز میخواستم بدم اما یادم رفت، خیلی حواس پرت شدم. یعنی میگی دوست طراح جواهرات؟ آره. ببین آهو خانم، تو خیلی خوششانسی که یه همچین همسری داری. برات هدیه‌ای به این گرونی میخره. منم همیشه میخواستم همچین شوهری داشته باشم، اما چنار تو این موضوعات اصلا خوب نبود. میخوام از اون دوست طراحت یه وقت بگیری و بریم پیشش. گردم بندم پیش خودم میمونه. البته هر طور که شما بخواید. واسه موضوع قبلی هم بهت خبر میدم. Thank you.
بذار ببینم الا خانم راست میگه یا نه. دستگاه مشترک مورد نظر فعلا در دسترس نمیباشه. اینم که همیشه خاموشه. من نمیفهمم این گوشی واسه چی همراهشه. واقعا همین جوری گفتی؟ گفت اگه این ازدواج تموم بشه برای هر دوتون بهتره. آره دقیقا همینو گفت. اشتباه از منه. من چطور فکر کردم که اون میتونه منو دوست داشته باشه؟ عزیزم قوی باش و ناامید نشو. وقتی تو اون حرفا رو گفتی میخواستی چنار چی بگه؟ یه بار خودت فکرشو بکنی که بیاد بهت بگه خیلی زود هر دوتامون راحت میشیم، بعد تو بهش میگی من عاشقتم. نه معلومه که نمیگم. اگه نمیخوای ازش جدا بشی باید طبق همون رفتار کنی. اول باید جدی تصمیمتو بگیری. میخوای این ازدواج تموم بشه یا نمیخوای؟ ببین چنار، ببین قشنگ معلومه که تو هم نمیخوای این وصلت تموم بشه. تو چرا نمیتونی منو درک کنی؟ دنیز بدون این که یه ذره حتی استراحت کنه فقط و فقط کار کرده تا بتونه این بدهیشو بده و به این ازدواج خاتمه بده. خب میخواستی چیکار کنه دیگه؟ تو بودی چیکار میکردی؟ این که دختره میخواد بدهیاشو صاف کنه جرمه؟ ببین چنار، خودتو بسپر به تقدیر، تا اون وقت خدا میدونه چی میشه. داداش گفتن این حرف آسونه، من صبور نیستم. بابا انقدر سخت نگیر دیگه. خودت باید اول از احساساتت مطمئن بشی، اینم باید بهش نشون بدی. واقعا نمیدونم سلما، کلن گیج شدم، اصلا نمیفهمم دارم چی کار میکنم. دنیز یعنی دریا، خودتو بسپر به موجا، با احساست نجنگ دختر. هر طوری دوست داری همون جور باش. چنار فقط تو رو میبینه. اگه تو راحت باشی اونم راحته. شروع میکنه به نزدیک شدن بهت. هر باری که نگات میکنه چشاش برق میزنه. مگه نمیبینی؟ چرا متوجه نیستی؟ از نظر من حرفای تو کاملا درسته و قبولشون دارم، ولی بازم میترسم. اگه نسبت به من هیچ حسی نداشته باشی چی؟ اگه بی خودی امیدوار شده بودم چی؟ عزیزم مردا احساساتشون رو نشون نمیدن، اینو نمیدونستی؟ چنارم دقیقا همینطوره. همین حالا باید چی کار کنم؟ فقط همونی باش که میخوای، بعد میبینی چه اتفاقاتی میفته. چشم خانم دکتر متخصص عشق شناسی. لوس نشو دیگه، بس کاملا جدیه. میگی شانسم رو امتحان کنم؟ آره، ولی به این آسونیم که میگی نیست، خیلی کار سختیه. اما مطمئن باش این خیلی آسونتره که همش بگی چی شد چی نشد چی قراره بشه چی نمیشه. به خدا خیلی آسونتره بابا. بارش من اصلا نمیفهمم باید چی کار کنم. کاری که باید بکنی خیلی ساده است عزیزم. اگه نمیخوای بره مانع چیزایی باید بشه که باعث شده همچین تصمیمی بگیره. مثلا چی کار کنم؟ ببین چرا این دختره برای جدا شدن از تو میخواد بدهیاشو به بابات پس بده. نباید بذاری. میخواد کار پیدا کنه، نذار کار کنه. میخواد تجربه کاری واسه خودش درست کنه، تو جلوشو بگیر دیگه. این امکان نداره بارش. اینایی که تو گفتی غیر ممکنه داداش. نه خیرم، اصلا غیر ممکن نیست. نمیشه داداش، مزخرف نکن. بابا من تو رو از بچگیت میشناسم. به خدا تا حالا ندیدم هیچ زنی اینقدر تو چشمات برق بندازه. تو رو خدا نذار این عشق از بین بره داداش. نمیتونم بارش. پس مرام و معرفت چی؟ من نمیتونم این کارو بکنم. اگه میخوای دنیز کنارت بمونه باید این کارو بکنی. میدونم وجدانت راضی نمیشه، اما تو داری این کارو به خاطر فقط خودت، نه به خاطر هر دوتاتون انجام میدی. بارش بیشتر از این اصرار نکن، من نمیتونم این کارو بکنم. بدترین تصمیم خیلی بهتر از بلا تکلیفیه چنار، اینو فراموش نکن. بفرمایی ناهو خانم. دو ساعته که پشت در منتظرم، نمیتونی زودتر بیای؟ من باید منتظر تو هم بمونم؟
داشتم غذا درست میکردم، کباب تابهی درست کردم، چیز دیگه هم میخوای؟ من چی دارم میگم؟ تو داری چی میگی؟ هرچی دوست داری درست کن. مامان خوش اومدی، کجا رفته بودی؟ به تو چه؟ مگه من از تو پرسیدم کجا رفته بودی؟ خیلی خوب مامان، من که معذرت خواهی کردم، دیگه چند بار معذرت بخوام؟ هر چند باری که لازم باشه. مامان تونستی با بابام حرف بزنی؟ هر چه زنگ میزنم گوشش خاموشه. دخترم بابات یه آدم بزرگ و خیلی مهمیه، برای صحبت کردن باهاش باید وقت بگیریم. اون جواب تلفن هر کسی رو نمیده. حالا مگه من چی گفتم؟ اوف. همین الان میخواستم صدات بزنم سنم، یه سفارش جدید داریم، دست بافه. اما تو آتلیه همه سرشون شلوغه، همه به اندازه کافی کار دارن، حتی شاید نتونن همین سفارش ها رو تموم کنن. خیلی خوب، تو میتونی بریم. الو عزیزم، سلام. یکیو لازم دارم که با دست بدوزه. ای بابا، کسی دیگه ای نیست؟ باشه، ممنون. اوف. خب من الان چی کار کنم؟ آخه این کجاست؟ از صبح تا حالا گوشیش خاموشه. نکنه اتفاقی براش افتاده. مشترک مورد نظر در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیست. لطفاً پیغام یالچین بگذارید. وقتی گوشی تو روشن کردی فوراً به هم زنگ بزن. زندگی عین بهشتم با اومدن دنیز تبدیل به جهنم شده. انگار همه چی به هم ریخته. من باید یه کاری بکنم، باید یه راه حلی براش پیدا بکنم. اوف یالچین اوف، باید قبل از آهو همه چی رو بهت بگم، اگه در مورد گردن من حرفمون یکی نباشه. حالا چی کار کنم؟ بچه ها بازم میگم خوش اومدین. اگه به چیزی نیاز داشتین من همین اطرافم، امیدوارم خوشتون بیاد. خیلی ازت ممنونم داداش ازگار، خسته نباشی. میبینمت مرد. میبینمت. یکم سردم شده، میتونم بهت نزدیکتر بشم؟ البته معلومه که میتونی. خب آیکو، همش به دور و برت نگاه میکنی ولی دوست پسرت هنوز نیومده، کجاست؟ میاد، حتما تو ترافیک گیر کرده. میرم دستشویی و زود برمیگردم. باشه عزیزم. آیکو، مگه تو همه این کار رو به خاطر کنار هم موندنمون نکردی ها؟ مرد، تو چرا اینجوری میکنی؟ خب نتونست بیاد، کار داشت. اگه من دوست پسرت بودم، بازم میگم اگه بودم و اگه دوتا دستمم تو خونم بود بازم میومدم. ولی نیستی. آره نیستم، نیستم.
تو کجایی یالچین؟ هیچ وقت تا این موقع گوشیش خاموش نبود. تو شرکتم که نیست. سلام. خیلی خوب. یعنی شما همچین شخصی رو سراغ ندارین؟ باشه، ممنون. لیلا خانوم، ناراحت به نظر میرسین. یکی رو میخوام که دستوزی بلد باشه، اما نتونستم پیدا کنم. خب اگه بخواین مامانم میتونه این کار انجام بده. آها، این خیلی عالیه. لباس روز عقدت هم کار مامانت بود، نه؟ آره. بگو فردا ساعت 9 بیاد خونه مود. باشه، بهشون خبر میدم. باشه، ممنون. دارم دیوونه میشم. فقط آبجیمو کم داشتم که اونم اومد. میخواد همیه خانوادش رو بیاره تو این امارت. همه چیز از کنترل خارج شده. باید یه راهی براش پیدا کنم. الو، الا، باید همو ببینی. مامان جون، میبینم حالت خوبه. آره دخترم، با شنیدن این پیشنهاد کاری بهترم شدم. مامان، چون گفتی حوصلم سر میره بهت این پیشنهاد دادم، اما اگه حالت خوب نیست میتونیم همین الان منصرف بشیم. نه دخترم، چرا منصرف بشیم؟ این کار خیلی واسه من مناسبه. بعدشم تو که میدونی من از کار کردن لذت میبرم. کاش با دکترت هم مشورت میکردیم. یعنی اگه برات ضرر داره لازم نیست کار کنی مامان. نگران نباش، من خودم با دکترم حرف زدم، گفت هیچ اشکالی نداره. مامان جون، سلامتیت از همه چیز مهمتره، میدونی که. نگران نباش دخترم، جای هیچ نگرانی نیست. میدونی که اینجوری سرگرمم میشم. کار کردن من از فکر و خیالای الکی دور میکنه. باشه، پس میبینمت، با هم میریم. باشه. باشه، میبینمت. میبوسمت مامان. اگه میخوای دنیز کنارت بمونه باید این کارو بکنی. میدونم وجدانت راضی نمیشه، ولی تو این کارو فقط به خاطر خودت، نه به خاطر هر دوتاتون داری انجام میدی. دنیز؟ چنار؟ میخوای کمکت کنم؟ من مشتری رو خیلی خوب میشناسم. آره؟ چه بیشتر اطلاعات داشته باشم بهتر واسه پروژه آماده میشم. خوبه؟ ببین، این پرونده اصلیه. اول باید همه چیزو بررسی کنم که مشتری چی میخواد. ببین، با توجه به این قرارداد بعد از ماده 10 ماده های 11 و 12 خیلی مهمن. ولی در مورد ماده های 14 و 15 میخوام تو بهم مشاوره بدی. نظرت چیه؟ به نظرت این منطقیه؟ چطوره؟ چنار؟ آره، این خیلی خوبه. یعنی خیلی خوب همه چیزو بررسی کردی. خیلی ممنونم. ولی یه چیزایی رو عوض کنی بهتره. این طرح داخلی که اول پروژه کشیدی، میتونی یه سری تغییرات توش ایجاد کنی. فکر کنم اینجوری بهتره. سلام. خیر باشه آهو خانم، وقتی گفتی فوریه فکر کردم چیزی شده. باید به هم کمک کنی. به اون دوست ترا هم زنگ بزنم. نه الا، میخوام از این گردنبند برای یه کار خیر دیگه استفاده کنی. چه جور کاری؟ گوش کن تا بهت بگم چه نقشه ای تو سرمه. باشه.
من میگم رنگ اینا رو روشن‌تر کنیم. نه، به نظر من باید کم رنگ باشن، اینجوری بهتره. خب اینو ببین، به نظرت این الگوها چطوره چنار؟ میدونی چنار خیلی چیزا تو ذهنمه، اما یکم گیج شدم. اصلا شنیدی من چی گفتم؟ حواسم یکم پرت شد، ببخشید. خیلی خوب، بگو میشنوم. به نظر من اگه ترکیب از مدرن و سنتی باشه خیلی شیک و یه چیز متفاوت از آب در میاد. آره؟ اینم میشه، یه جورایی میشه تلفیقی کار کرد. در اصل من میخوام یه طرح مدرن باشه، اما نمیخوام خیلی غیر واقعی و تخیلی باشه. کاری که باید بکنی خیلی ساده است. اگه نمیخوای بره، باید مانع چیزایی بشی که باعث شده همچین تصمیمی بگیره. اینو ببین، به نظرم یه کار خیلی خوبی میشه. دنیز، من مشتری رو میشناسم. خودم باهاشون کار نکردم، اما دوستان باهاشون کار کردن، برای همین میدونم چی میخوام. آره، یادمه که گفته بودی میشناسیشون. الان تو نظرت چیه چنار؟ یعنی چه رنگایی رو میپسندن و از چی خوششون میاد؟ به هم بگو تا منم بفهمم. راستشو بخوای از رنگای تیره خوششون میاد، مثلا تم سیاه. گفتی سیاه؟ آره سیاه. اما این به نظرت خیلی سنگین نیست چنار؟ مطمئنی؟ آره مطمئنم، اونا رنگ سیاه دوست دارن. راستش من اینطور فکر نمی کنم، اما خب تو میشناسیشون دیگه، اگه تو اینو میگی پس حتما همینطوره. آره باشه، پس همینطوری ادامه میدی. پاس. با شوکت بازی کردن خیلی دل و جرأت میخواد. خیلی بلند پرواز نکن شوکت. نذاشتی پرواز کنه، بالاشو شکستی. میگن برنده و بازنده از مسابقه سیر نمیشه. یه دست دیگه بازی کنیم؟ نه بابا، من دیگه بازی نمی کنم. موفق باشین. دمت گرم. دمت گرم. آقا شوکت، عصر بخیر. عصر بخیر. حالتون چطوره؟ همینطور که میبینی. یه خواهشی دارم، اگه به کسی نگی که منو اینجا دیدی واقعا خوشحال میشم. البته نگران نباشین. روز بخیر. داداش ناراحت نباش، یه دور دیگه بازی کنی حتما میبری. یه لحظه بیا اینجا. بفرمایین آقا سردار. این آقایی که الان رفت بیرون. آها شوکت رو میگی؟ آره. چیزی شده؟ شغلش چیه؟ این اواخه دست و بالش تنگ شده بود و شبا تاکسی رو نمیکنه. زود زود میاد اینجا؟ نه خب قبلنا بیشتر میومد. از اینجا چیزی هم دستگیرش میشه؟ خونش رو اینجا از دست داد. برای دوباره پس گرفتن خونش اینجا دنبال یه راه چاره است. نمیدونه که داره بیشتر غرق میشه. چرا اینا رو پرسیدی؟ خیلی خب داشت، یه ادامه میدیم. شیتیل داری یه بهت بدم؟ ها؟ هنوزم که خاموشه، معلوم نیست تو کدوم جهنمی هستی یا چی. بله آهو خانم. خب چی کار کردی؟ تازه میخوام از خونه برم بیرون. میگم یکم زیاده روی نمی کنیم، یه راه دیگه پیدا کنیم بهتر نیست؟ ما خیلی وقت نداریم الا.
نمیدونم والا، فقط موضوع ازدواجشون نیست، اینطور اعتبار دختره از بین میره. ببینم تو چنا رو میخوای یا نمیخوایش؟ معلومه که میخوام. پس بهتره دیگه اعتراض نکنی و کاری که میگم و انجام بدی. خیالم راحت باشه الا جون، منو که وسط راه تنها نمیذاری. معلومه که نمیذارم. خیلی خوب، پس موفق باشی. وقتی رسیدی خونه مد به هم خبر بده. باشه. کجایی تو یالچین؟ بیا تو. دم نوشتون آوردم. سوزان تو یالچینو ندیدی؟ صبح با یه چمدون رفت بیرون، انگار عجلم داشت. آهو خانم، گفتی عجله داشت؟ آره. باشه تو میتونی بری. یعنی این مرد کجا رفته؟ این یه طرح خاصه، وقتی ببینید خودتون متوجه میشید. میخوام خیلی حواستون به توراش باشه. واقعا خیلی خوشگل و نازه. آره واقعا طرحش خیلی خاصه. آبجی اینجا رو ببین، خیلی قشنگه. آره همه این لباسا باید با دست دوخته بشه. خب میتونید انجامش بدید؟ شما اصلا نگران نباشین، به بهترین نحو این کارو تموم میکنم. نگران نباشین لیلا خانم، مامانم خیلی با استعداده و به همون اندازم سخت کوشه. خب باید هرچه زودتر شروع کنیم، چون خیلی وقت نداریم. خیالتون راحت، من شروع میکنم، به وقتش کارو تحویل میدم. خب موفق باشین. با من بیاید آیسل خانم، میخوام وسایل رو نشونتون بدم. ممنونم لیلا خانم. پارچه، نگین، هر چیزی که لازم دارید رو بهتون میدیم. خیلی ممنونم، انشالله که خجالت زدتون نمی کنم. الو، آره کار تمومه، نه کسی منو ندیده. آره برای این که تو دید نباشه تو کیف گذاشتمش. باشه باشه. آقا شوکت، مجدداً سلام. سلام، میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ خیر باشه، اتفاقی افتاده؟ نه آقا شوکت، نه اتفاقی نیفتاده. بگو دیگه، انقدر کشش نده. چشم، حتما. من براتون یه پیشنهاد کاری عالی دارم. برای من؟ آره، برای حمل و نقل داخل شهری به یه راننده خوب مثل تو نیاز داریم. یعنی تو شرکت خودتون؟ آره آقا شوکت، حقوقش هم خوبه، شرایطش هم خیلی سخت نیست. اگه قبول دارین در مورد جزئیاتش حرف بزنیم. والا چی بگم، حتما از تاکسی رانی تو شب خیلی بهتره. معلومه که بهتره آقا شوکت، هر مشکلی هم داشته باشین خودم حلش میکنم. بفرمایین، این کارت منه. والا چی بگم آقا سردار، برای اینکه به فکر من بودین و به هم همچین لطفی کردین خیلی ممنونم. خواهش میکنم آقا شوکت، میشه شمارتون رو بهم بدین؟ بله حتما، 0500. ببینم دنیز چی کار کرده. آه.
این طرها خیلی بد شدن. مشتری از اینا خوششون نمیاد. نه چنار، تو چی کار کردی؟ به خودت بیا. سردار، در چه وضعی هستیم پسرم؟ همه چی خوبه بابا. سردار، منظور من تیپ و لباسم نبود، منظورم وضعیت کاریه. چیکار کردی؟ تعریف کن ببینم. تا امروز دنبال راننده بین شهری بودم بابا. خب تونستی پیدا کنی؟ آره بابا، اونم دقیقا یکی که مناسبه. جدی؟ خب کیه؟ یه آدم قابل اعتماد، سرش فقط تو کار خودشه. در موردش تحقیقم کردی؟ اگه به خاطر یه راننده لو بریم همه چیز از چشم تو میبینم. ببینم بابا، به من اعتماد نداری؟ میگم کاملا برای این کار ساخته شده. خیالت جمع، همه چی رو به راهه. خوبه، آفرین. ببین الان شد یه چیزی. ولی میدونی که ما مشکل زمان داریم. اگه جنسا بیشتر از این منتظر بمونه مشکل ساز میشه. با توجه به اینکه راننده پیدا کردیم میتونیم فوری حرکت کنیم. نه بابا، دیگه خیلی معطل نمیمونه، فقط چند تا کار مونده، اونا رو هم که حل کنیم بقیهش آماده است. چنار؟ خوش اومدی، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. خب چطور گذشت؟ چی چطور گذشت؟ مصاحبه کاری مامان دیگه، پس چی؟ مامانم کارو قبول کرد، با لیلا خانومم به توافق رسید. جدی؟ واقعا خیلی خوشحال شدم. منم خوشحال شدم، ممنونم چنار. امروز لیلا خانوم جزئیاتو توضیح داد، طرح و اتاق لوازم رو هم بهم نشون داد و فقط مونده کارو شروع کنه. چه زود دست به کار شدن، چه سرعتی. آره، منم انتظار نداشتم اینقدر سریع پیش بره، ولی خوب شد مامانم و اویکو با هم همکار شدن چنار. عالیه، واقعا خوشحال شدم. خیلی ممنونم. امروز چیکار می‌کنی؟ برنامه‌ای داری؟ میخوام برم تو حیاط و رو اون طرح هم کار کنم. باشه، پس خسته نباشی. ممنونم، می‌بینمت. من چطور میتونم کاری که میکنی رو خراب کنم؟ خیلی خوب، اینم از این. بازی شروع شد. خودتو نشون بده آهو. یکی گردن من نبا دزدیده. دنیز، وسایلمو تو اتاق جا گذاشتم، میرم اونا رو بردارم. جدی؟ باشه برو. تو میخوای چیزی به هم بگی؟ نه، چیزی نمیخوام بگم. پس از من دنیز. بله چنار. من باید اینو بهت بگم. چی رو؟ ببین، چند دقیقه پیش که تو رفتی من راست. سوزان! سوزان! تو کجایی؟ چه خبره؟ چی شده؟ کی داره داد میزنه؟ کسی چیزی شده؟ بله قربان، من فکر کردم آهو خانم اینجاست، منو صدا زدن. دخترم چرا داری داد میزنی؟ کسی چیزی شده؟ مامان تو خوبی؟ چرا داری نفس نفس میزنی؟ بابا. دخترم بگو دیگه. نمیفهمم تو این عمارت چطور همچین چیزی ممکنه. دخترم مگه چی شده؟ بگو زود باش. چی شده زنداداش؟ اتفاقی افتاده؟ گردن بندم و دزدیدن. چی؟ این یعنی چی؟ ای بابا، یعنی تو خونه دزد اومده؟ همچین چیزی چطور ممکنه؟ مامان اگه مطمئنی ما همین الان باید به پلیس زنگ بزنیم. آره بابا، به پلیس خبر بدیم، شاید چیزای دیگه ای هم دزدیده باشن. نه خیر، نیازی به پلیس نیست، بخش امنیتی خودمون حلش میکنن. بعد این خبر خوب، قهوه حکم یه جشن برامون داشت. آره راست میگی، خیلی خوشمزه بود. خدا گر ببند از حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری. چون تو آدم بدی نیستی و نیت بدی نداری، آدمی هستی که لقمه حروم از گلوت پایین نرفته. من اومدم. بیا بیا ای سل جون، مژدگونی بده.
در اصل شما باید مژدگونی بدین. خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنون. سبکو، من اول میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو صبح زود کجا رفته بودی ها؟ یه ملاقات کاری داشتم. چه ملاقاتی های سل؟ بی خیال تو رو خودم. رئیس اویکو لیل خانمو یادت؟ آره خوب. قراره تو خونه مود اون کار کنم. ولی تو هنوز کاملا خوب نشدی. من خوبم شوکت. تازه این کار اصلا دائمی نیست. باید یه لباس عروس کاملا دستوز درست کنم. اوکی، اینطور زن و شوهر حسابی نونتون افتاده تو روغن ها. این یعنی چی جاله؟ منم یه کار جدید پیدا کردم. بله زن داداش، اونم چه روغنی. تو که همین الانش هم راننده تاکسی شوکت، این از کجا پیدا شد؟ یه کار جدید واسه خودم پیدا کردم، هم مرخصی داره هم حقوقش بالاست. داداشم دیگه الان یه کار خوب پیدا کرده، لازم نیست دیگه شبا بره با دزد و خلافکار اینا سر کله بزنه. پس مبارک باشه. برم یه فنجون قهوه برات بیارم. دست گل درد نکنه. همه ی دوربینا رو چک کردیم. راستش هیچ مورد مشکوکی دیده نشد. شما خودتون اتفاق غیرعادی رو ندیدین؟ چطور اجازه دادین تو این عمارت این اتفاق بیفته؟ مگه شما اینجا چی کار میکنین؟ اگه همچین چیزی بود اول باید شما میفهمیدین. اتفاق غیرعادی نیفتاده. ما همه ی روز رو بیرون بودیم. کسی وارد نشد. بوهای بعدی به مشامم میرسه. مثلا چه چیزی؟ به ما هم بگین. راستش مطمئن نیستم، اما خب مشخصه یکی بین خودمون این کارو کرده. آهو، تمام خدمتکارای این خونه مثل اعضای خونواده ما هستن، همشون این الماسن. بابا جون، حق با شماست، اما نباید شکی تو دلمون بمونه، باید مطمئن بشیم. سوزان، به همه بگو بیان، بگو کیفاشونم بیارن. باور کنین این برای من ارزش مادی نداره. پولشم هر چقدر میخواد باشه باشه، فکر نکنین به خاطر اون این کارو میکنم. اما اون هدیه یالچین بود، اون برای من ارزش معنوی داره بابا. باشه مامان، خودتو ناراحت نکن دیگه. چطور میتونم ناراحت نباشم؟ لیلا خانم، من هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. از هیچ حرفتون سرپیچی نکردم. ولی مرد حرفمو باور نمیکنه. بیشتر از این نمیدونم باید چی کار کنم. باور میکنه. باید باور کنه. پس شما باید بهم کمک کنی. بگو ببینم از من چی میخوای. تو کیفا هیچی نبود آقا فهمی. ممنون بچه ها، مجبور شدم این کارو بکنم. من به همه تون اعتماد دارم. میتونین برین. با اجازتون. یه لحظه صبر کنین. این کیفو گشتین؟ نه خیر. یه لحظه، اون کیف منه. این کیف مال توه؟ آره. لطفاً کیفمو به هم بدین. کیف خانمو پس بدین. آه آه.